نمایندگان ایالات متحده، ژاپن و کره جنوبی در مورد تهدیدات و فعالیت‌های هسته‌ای کره شمالی هشدار دادند که در صورت دوام تهدیدات پرخاشگرایانه و آشکار آن کشور، نه تنها همکاری سه‌جانبه آنها تقویت یافته، بلکه با پاسخ محکم و متحد جامعه بین‌المللی نیز مواجه خواهد شد. این هشدارها در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها در شبه جزیره کوریا در ماه‌های اخیر با ادامه نمایش تسلیحاتی توسط کره شمالی و برگزاری تمرینات دفاعی مشترک از سوی آمریکا و کره جنوبی به شدت افزایش یافته است. این در حالی است که لوید آستن، وزیر دفاع آمریکا، در ماه نوامبر در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای کره جنوبی خود گفته بود که هر گونه حمله هسته‌ای علیه ایالات متحده یا متحدان و شرکایان، از جمله استفاده از تسلیحات هسته‌ای غیر استراتژیک، غیر قابل قبول است و به پایان رژیم کیم منجر می شود. سون کیم، نماینده ویژه ایالات متحده برای کره شمالی، در نشست سه‌جانبه روز سه‌شنبه گفت که رفتار پیونگ‌یانگ در سال جاری بار دیگر ثابت کرد که کره شمالی یکی از جدی‌ترین چالش‌های امنیتی در منطقه و فراتر از آن است. تهدید کره شمالی فقط یک معضله برای شرق آسیا یا ایالات متحده نیست، بلکه یک موضوع جهانی است. کره شمالی با نقص قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، آزمون‌هایی را به میان می‌آورد که تنها زمان می‌توان با موفقیت با آن موضوع را حل پیدا کرد که جامعه جهانی در کنار هم و با یک صدا در مورد آن صحبت کند. از سوی دیگر، کیم گن، نماینده ویژه کره جنوبی در امور صلح و امنیت شبه جزیره کره، بر نقش چین در تنش زدایی بین دو کره تاکید ورزید. چین توانایی اعمال نفوذ بر کره شمالی را دارد. ما امیدوار هستیم که چین به ایفای نقش سازنده خود در این زمینه ادامه دهد و با تشویق چین به دوام بهترین تلاش‌هایش در این موضوع، خود یکی از موضوعات دیگری است که در میز مذاکره خواهیم داشت. کیم گن همچنان گفت که جامعه جهانی هرگز کره شمالی را به عنوان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای به رسمیت نخواهد شناخت. در همین حال، تاکیر فوناکشی، رئیس بخش امور آسیا و اقیانوسیه در وزارت خارجه ژاپن، آزمایش میزایل های جدید توسط کره شمالی را هم از نظر تعدد و هم از نظر چگونگی و نوعیت آن بی سابقه خواند. ژاپن بودجه دفاعی خود را تا سال مالی 2027 به 2% از تولید ناخالص داخلی خود افزایش می‌دهد. ما همه گزینه‌های خود را از جمله قابلیت‌های ضد حمله را بررسی خواهیم کرد. فوناکشی همچنان گفت که ژاپن متحد به گفتگو با کره شمالی است. تنش در شبه جزیره کره پس از آن افزایش یافت که واشنگتن و سئول از ماه‌ها به این سو هشدار دادند که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، احتمالاً به زودی دستور آزمایش سلاح هسته‌ای را بدهد. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.